در گزارش های این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا، نشست از عالمان مذهبی در کابل هدف تهاجم انتحاری قرار گرفت. کره شمالی من حیثیت حرکت حسنیت در راستای تغییر مش 3 مقام نظامی آن کشور را برطرف نمود. و سارنوالی استیناف هرات میگوید که در طول یک سال اخیر 400 قاچاقبر به شمول قاچاقبران بزرگ را توقیف کردند. بینندگان محترم تلویزیون آشنای صدای آمریکا سلام. امروز دوشنبه 4 ماه جون سال 2018 می باشد. شما برنامه تلویزیون آشنا را می توانید در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا نیز به طور زنده مشاهده کنید. لینا روزبه هستم و برنامه را با گزارش در رابطه با واقعه در کابل آغاز می کنم. بزرگترین نشست علمای دینی در کابل که امروز دوشنبه روی هدف غیر مشروع خواندن جنگ در افغانستان در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. فرد انتحار کننده حین خروج شرکت کنندگان از این گردهمایی خود را در محل منفجر ساخت که بر اثر آن حداقل 7 تن کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند. در این گردهمایی حدود 2,500 تن از عالمان دینی افغان شرکت کرده بودند و تمام این شرکت کنندگان از مخالفین مسلح خواهان ختم جنگ و پذیرش پیشنهاد مصالحه شدند. همچنان تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این واقعه را بر دوش نگرفته است. در ختم این نشست علما با صدور یک فتوای مشترک جنگ در افغانستان را ناروا خوانده و در امر مصالحه و میانجیگری متحد شدند. برای کسب معلومات بیشتر در مورد چگونگی وقوع این تهاجم انتحاری در نشست عالمان مذهبی در کابل، محترم مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل را هم اکنون از استودیو کابل با خود داریم که در این جلسه البته حضور هم داشتن. آقای حقانی سلام بر شما، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. از این آغاز کنیم که واقعا دقیقاً چگونه رخ داد و این تلفات آیا ملکی ها هستند یا علمایی که در این گردهمایی شرکت کرده بودند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و همه کارکنان تلویزیونی آشنا و بیننده های گرانقدری که در سراسر جهان هستند. اول تسلیت میگم به آنانی که در این حادثه امروز به شهادت رسیدن و آنانی که زخم برداشتن، شفای عاجل کامل از بارگاه الهی برشان میخواهیم. این حادثه در وقت خروج علما بعد از ختم برنامه صورت گرفته و همه قربانیان این حادثه عالمان دین و امامان مساجد هستند. بدبختانه دشمن امروز چهره های روحانی ملت افغانستان را بار دیگر هدف قرار داد. بار آخری نیست و بار اول هم نیستند. در بسیاری اوقات در بسیاری مساجد اینها مورد هدف قرار گرفتند، اما امروز عالمان دین که در آنجا جمع شده بودند برخلاف هیچ گروه فتوا و نام را هم نگرفته، بلکه این قدر گفتند که ما بین طالبا و بین دولت میانجیگری میکنیم و فقط جنگ را در افغانستان جنگ جاری را حرام دانسته. البته منافع این بر کشورهای که در اینجا دستشان دخیل هستند با آنها میرسد و زیان و اضرارش تمامش بر ملت افغانستان میرسد. به او اساس عالمان دین جمع شدند و این جنگ جاری را ناروا خواندند در برابر تمام ملت افغانستان. بله، تعداد دقیق تلفات طبق معلومات شما به چه تعداد است؟ ما حدود 7 تن داشتیم. تقریبا 7 تن به شهادت رسیده که بعضی از دوستان نزدیک ما هم قرار دارند. از معین وزارت تعلیمات اسلامی برادرش شهید شده و همچنان دیگر بعضی دوستا هستند که آنها مصروف دین هستند، پخش دین هستند و هیچگاه
در سیاست هم دخیل نیستند و همه ایشان عالمان دین و امامان مساجد بودند. بله، خب این گرد همایی بسیار گسترده بود. حدود 1000 تن از عالمان از سرتاسر افغانستان در این بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیتی واقعه را بر دوش نگرفته. اگر طالبان یا اگر داعش مسئولیتی واقعه را بر دوش بگیرند، واکنش جامعه علمای مذهبی افغانستان به این گروه چی خواهد بود؟ علمای افغانستان بدون اسلحه هستند و برخلاف هیچ گروه اسلحه را بر نداشتند. همیشه از طریق منابر به کارهای خیر و صدای خود را بلند کرده و بلند میکنیم. البته با این گونه حملات عزم ما، توکل ما، اراده ما خاموش نمی شود و این بار اول و آخر نخواهد بود تا میانی که تا وقتی که در افغانستان صلح و آرامی نبیاید. علما حاضر به هر قسم قربانی هستند. اما بله، سر مخالفین دولت صدای علما همین بود که شیخ هیبت الله ما صلح می خواهیم، اشرف غنی ما صلح می خواهیم، آرامی می خواهیم. هر دو جناح، هر دو گروه باید از بسیاری گفها بگذرد در افغانستان صلح بیارند. بله، البته یک سخنی که مخالفین میگوید که ما جنگ را علیه قوت های خارجی آغاز کرده ایم، پیشنهاد علمایی بود که با دولت بنشینند و بعد از او با یک مکانیزم کار بکند. توسط از او مکانیزم خارجی ها از افغانستان اخراج شد و به این قسم هم نمیشد که قربانی را هر روز ملت افغانستان بدهد. بله، خب طوری که شما گفتین، امروز گردهمایی علمای افغانستان روی هدف دراز کردن دست صلح به سمت مخالفین مورد حمله قرار گرفت. طالبا به پیشنهاد صلح آقای غنی پاسخ منفی دادند و تا کنون هیچ واکنش نشان ندادند. به نظر شما این جنبش های مخالفین مسلح در افغانستان که همگیش بنیاد مذهبی داره، تا چه حد جامعه علمای افغانستان میتونه که از کشورهای مثل عربستان سعودی تقاضا کنه که در زمینه نفی این جنبش ها و شما کمک کنند؟ چرا که میتونه یه آغاز خوبه برای آدنی گروه باشه. قسمی که شما در جریان هستین، در ماهای اخیر یا در هفته های اخیر در سعودی عربستان هم همچنان یک کانفرانس دایر میشد از علمای جهان. بله، و شما هم خبر هستین، بیننده ها هم خبر هستن که در اندونزیا هم همین قسم علمای افغانستان و علمای همسایه گردمایی داشتن تا به توافق برسن. به همین قسم کشور دوست عربی متحده امارات هم عزم و اراده دارد که آنها هم در اینجا قربانی دارد. سفیرشان با امرای دیپلماتایشان در اینجا شهید شدن. وقت بسیار کم است. شما فکر میکنین که آیا عربستان سعودی اگر فتوای مشابه به فتوای شما را در این نشست صادر کنه و به طور مشخص از این گروه ها نام ببره و اونها را غیر اسلامی بگویه، کمک خواهد کرد با آمدن اینا به پای میز مذاکره و ختم جنگ؟ من متیقن هستم که کشورهای اسلامی عزم بکند یک کانفرانس ملی بین المللی بین اسلامی کشورهای اسلامی دایر شود. بله، من متیقن هستم که قسمی که در علیه جنگ ورس ها همه مسلمان ها متحد شدند، من متیقن هستم که این جنگ خاتمه خواهد یافت و در افغانستان صلح به میان خواهد بیاید. ممنون و سپاس از حضورتان آقای حقانی که در شرایط حساسی که لحظات قبل شما یک واقعه انتحاری را تجربه کردین، باز هم وقت خود را در اختیار تلویزیون ما گذاشتین. موفق باشین. شکر. ممنون از شما. تشکر. برنامه را با گزارش متفاوت ولی باز هم مرتبط به افغانستان ادامه می دهم. پلیس فرانسه حدود 500 پناهجوی عمدتاً افغان و تعداد آفریقایی را از یک کمپ خیمه های موقت در مرکز پاریس تخلیه کرده است. عملیات پاکسازی این کمپ ماجرین در اوایل صبح امروز دوشنبه آغاز شد و این پناهجویان با موترهای بس به مراکز بودوباش انتقال می‌یابند، محلی که آنها از آنجا می‌توانند درخواست پناهندگی بدهند. این تصمیم پلیس فرانسه در حال اتخاذ شده است که در هفته‌های قبل نزاع و درگیری میان پناهجویان در این محل منجر به مجروح شدن آنان گردید و فشار روی تخلیه این محل تشدید یافته است. پلیس فرانسه در 3 سال گذشته حدود 28,000 پناهجو را از این کمپ ها از پاریس تخلیه نموده است. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها،
تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامعه. برنامه را با گزارش‌های مرتبط به ایالات متحده ادامه می‌دهم. حکومت چین هشدار داده است که اگر ایالات متحده مالیات اضافی یا محدودیت‌های دیگر را بر اموال چینایی وضع کند، بیجینگ توافقات مالی و تجارتی خود را با واشنگتن فسخ خواهد کرد. چین این هشدار را پس از آخرین دور مذاکرات تجارتی دو جانبه با ایالات متحده در یک اعلامیه صادر نموده است. تفصیل بیشتر این تحول را از همکارم سید عزیز رحمان میشنویم که از مقابل عمارت کانگرس با ماست. آقای عزیز، با سلام بر شما. جزئیاتی را شما در مورد این مذاکرات تجارتی بین دو کشور دارین که بیشتر روی چه موضوعات اینا صحبت کردن؟ سلام نینا جان و تشکر از شما. در قدم اول باید بگویم که این مذاکرات بدون کدام توافق نهایی در مورد رسیدگی به منازعات تجارتی که بین هر دو کشور وجود داره به پایان رسید. جزئیات کامل از این هیچ کس نشر نکرده، فقط ویلبر راس وزیر تجارت ایالات متحده که هیئت آمریکایی را در این مذاکرات رهبری میکرد گفته که در این مذاکرات روی اموال یا اجناس مشخص آمریکایی که قرار است بیجینگ را در آینده خریداری کنه صحبت کرده اند. اما ای که صحبتشان چگونه بوده یا کدام در این مورد چیزی نگفته و نه هم هر دو طرف کدام اعلامیه مشترک را نشر کرده، فقط بیجینگ با نشر یک اعلامیه از جانب خود ضمن از اینکه به فسخ توافقات تجارتی با آمریکا تهدید کرده روحی از این مذاکرات را مثبت خوانده. در این حال باز وزارت خارجه چین گفته که درب آن کشور به خاطر مذاکرات در آینده باز است. مذاکرات اخیر میان امریکا و چین مبنی بر رسیدگی به موضوعات تجارتی میان دو کشور بدون یک توافق نهایی به پایان رسید. هدف این مذاکرات تلاش برای کاهش مازاد تجارتی بیجینگ با ایالات متحده بود که سال گذشته به 375 میلیارد دلار می رسید. چین بر خرید بیشتر اموال آمریکایی موافقه کرده است، اما مشروط بر این که واشنگتن بر اموال صادراتی چینی به ایالات متحده مالیات یا محدودیت‌های جدید وضع نکند. اگر مالیات جدید وضع شود، اساس توافقاتی که میان آمریکا و چین صورت گرفته است دیگر وجود نخواهد داشت و باعث باطل شدن نتایج این دور مذاکرات خواهد شد. پس از ختم مذاکرات اخیر میان آمریکا و چین، هیچ اعلامیه مشترک نشر نشده است. اما بیجینگ با نشر یک اعلامیه یک جانبه گفته است که گفت و شنود خوب و برخورد مثبت میان هر دو طرف وجود داشت. در این اعلامیه همچنان آمده است که جزئیات بیشتر در این مورد باید از جانب هر دو طرف تایید گردد. اما مسئولین اتحادیه تجارت بین المللی چین میگویند دیدگاه چین که در آن افزایش واردات نیز شامل می باشد تغییر نخواهد کرد. حکومت رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که بر اموال تکنولوژیکی چین که ارزش سالانه آن به 50 میلیارد دلار می رسد 25% مالیه وضع خواهد کرد و بر دیگر اموال وارداتی آن کشور که ارزش آن سالانه به 150 میلیارد دلار میرسد نیز مالیات را افزایش خواهد داد. تعدادی از صنعتکاران آمریکایی وضع مالیات بلند را به سود آمریکاییان نمیخوانند. با وضع مالیات جدید مردم فکر میکنند که تنها دهاقین متضرر خواهند شد، در حالی که تمام ایالت نبراسکا و منطقه‌ای که زراعت در آنجا بسیار مهم است متضرر خواهد شد، زیرا ما به تنهایی زندگی نمیکنیم بلکه ما با هم وابستگی اقتصادی داریم. اما تعداد دیگر میگویند که با افزایش مالیات بر واردات در دراز مدت به نفع اقتصاد آمریکا تمام خواهد شد. اگر شما آینده نگری دراز مدت دارید، این یک صنعت دراز مدت است. منظورم این است که این کار برای چندین نسل است و کار ما درست خواهد بود. در مذاکرات تجارتی میان آمریکا و چین، دو موضوع عمده دیگر نیز حل نشده باقی مانده است. یکی آن چگونگی رسیدگی آمریکا به پالیسی های چین در مورد سکتور صنعتی می باشد و دیگر آن چگونگی برخورد واشنگتن در برابر یک شرکت مخابراتی چین است که به ZTE معروف بوده و به نقض تعزیرات در برابر کره شمالی و ایران متهم می باشد. و اما از کره شمالی، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که کره شمالی موضوع بحث اصلی در ملاقاتهایش در نشست امنیتی با کشورهای آسیای دور در سنگاپور بود. آقای ماتیس گفت که این مقامات آسیایی حمایت خود را از تخریب کامل و قابل تایید و برگشت ناپذیر تأسیسات هسته‌ای کره شمالی اعلام کردند.
آقای ماتس سرای بازگشت به ایالات متحده در تیاره حاملش به خبرنگاران گفت که ایالات متحده پلان خروج عساکرش را از شبه جزیره کوریا ندارد و در انتظار یک راه پرفراز و نشیب در مذاکرات با کوریای شمالی است که دلیل آن شرکت به ندرت کوریای شمالی در مذاکرات بین المللی می باشد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید که پلان دارد تا به کوریای شمالی سفر کند و با کیم جونگ اون رهبران کشور ملاقات نماید. این خبر را رسانه مرکزی حکومتی کوریای شمالی و روز یکشنبه به نشر سپرد و طبق گزارش این رسانه اسد این نظریه را با سفیر کوریای شمالی در سوریه ابراز داشته است. تاکنون دفتر ریاست جمهوری سوریه در قبال این موضوع واکنش نشان نداده است، ولی پیونگیانگ با دمشق روابط نزدیک دارد که سابقه این روابط به سالیان 1970 برمیگردد. از زمان آغاز روند طرح و پلان نشست میان رئیس جمهور ترامپ با رهبر کوریای شمالی تا کنون وزیر خارجه روسیه نیز برای ملاقات با رهبر کوریای شمالی با آن کشور سفر کرده است. در حالی که رهبران ایالات متحده و کوریای شمالی برای یک نشست تاریخی به تاریخ 12 ماه جون آمادگی می‌گیرند، مطبوعات کوریای شمالی خبر دادند که 3 مقام ارشد اردویان کشور بر روز یکشنبه از وظایفشان سبکدوش شدند و در عوض اشخاص دیگری به این وظایف گماشته شده است. شرح بیشترین تحول را در گزارشی از همکارم نجیبه خلیل تعقیب کنید. آژانس خبررسانی یونهاب بر کناری این 3 مقام ارشد را گزارش داده است. این مقام ها وزیر دفاع لوید ریستیز اردوی کوریای شمالی و رئیس دفتر سیاسی اردو می باشد. یونهاب از قول یک مقامی که نخواست هویتش افشا گردد خبر داد که نو کوانکول معاون اول وزیر دفاع به سمت وزیر دفاع گماشته شد و معاون لوید ریستیز به حیث لوید ریستیز اردوی کوریای شمالی منصوب شد. رسما تایید گردیده است که کیم سونگیل به عوض کیم جونگیک به حیث رئیس دفتر سیاسی اردوی خلق کوریا مقرر شده است. جانشینان دو مقام دیگر تا هنوز رسما تایید نگردیدند. این تحولات در رهبری اردوی کوریای شمالی در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن برای نشست تاریخی هفته آینده بین رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی آمادگی می‌گیرد. هفته قبل رئیس جمهور ترامپ با نماینده کوریای شمالی در قصر سفید ملاقات کرد و نامه ای را از رهبر کوریای شمالی دریافت کرد و تایید کرد که نشست 12 ماه جون انجام خواهد شد. این روند در 12 ماه جون در سنگاپور آغاز می‌گردد، اما با توقعات محدود. ما به تاریخ 12 ماه جون برای امضای چیزی به آنجا نمی رویم. ما یک روند را آغاز می کنیم. با آنها گفتیم عجله نکنید. می توانیم با سرعت عمل کنیم یا می توانیم با کندی عمل کنیم. بیل ریچاردسون سفیر سابق ایالات متحده در ملل متحد می گوید خطر اکنون این است که این ممکن یک رویداد مملو از پوشش خبری باشد، اما ما باید نشست را داشته باشیم. می توانیم دستاورد داشته باشیم. پیروزی چی است؟ فکر می کنم کامیابی یک نوع محدود ساختن استفاده سلاح هسته‌ای و آزمایش میزایل ها و از بین بردن سلاح توسط کوریای شمالی است. اما جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده روز قبل گفت به تطبیق فیصله های شورای امنیت ملل متحد در کوریای شمالی ادامه می دهد. ما به تطبیق فیصله های شورای امنیت ملل متحد بر کوریای شمالی ادامه می دهیم. کوریای شمالی تنها در صورت از آن رها خواهد شد که اقدامات قابل تایید و برگشت ناپذیر را در مورد خلع سلاح هسته‌ای بردارد. با این حال، بیل ریچاردسون میگوید مقام‌های کوریای شمالی مذاکره کنندگان سرسخت و جدی هستند. اما در رابطه با نامه کیم جونگ اون به رئیس جمهور ترامپ که یک پاکت بزرگ بود، تا کنون آقای ترامپ محتویات آن را افشا نکرده که رهبر کوریای شمالی چی نوشته است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای کسب حمایت از متحدین کلیدی اسرائیل در اروپا برای تغییر آوردن در موافقتنامه هسته‌ای ایران با جهان و فشار بر آنچه خروج نیروهای ایران از سوریه خوانده شده است، امروز دوشنبه به اروپا سفر می‌کند. انتظار می‌رود که نتانیاهو با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا ملاقات کند و او سفرش را از آلمان و ملاقات با انگلا مرکل صدر اعظم کشور آغاز خواهد کرد. ایالات متحده از موافقتنامه هسته‌ای ایران با جهان خارج شده است و اسرائیل از این اقدام ایالات متحده حمایت کرد. این تصمیم ایالات متحده منجر به تدویر جلسات در میان کشورهای اروپایی شد که تصمیم دارند
در موافقتنامه هسته‌ای جهان با ایران باقی بمانند. فوران یک آتش‌فشان در گواتمالا و جاری شدن مواد مذاب ناشی از آن حداقل 25 تن را کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. مقامات آن کشور می‌گویند که تعداد زیادی نیز بر اثر فوران آتش‌فشان دیفیگو ناپدید شدند و بر اثر آن بخشی از یک پل نیز تخریب شده است. این آتش‌فشان بعد از ظهر روز یکشنبه فعال گردید و مردم را در محل و قریه‌های هوما غافلگیر کرد. صدها مامور اطفائیه، پلیس و سرباز برای بیرون آوردن اجساد از مواد مذاب و نجات گیرماندگان در محل واقعه مصروف پروسه امدادرسانی هستند. با گزارشی از عراق توجه کنید. حوارا یک کودک 4 ساله عراقی است که با یک مرض جلدی نادر مبتلا شده است. این کودک مثل کودکان هم سن و سالش آرزوی رفتن به مکتب و بازی با کودکان را دارد، ولی این مرض مانع حضور او در میان کودکان می شود. با شرح بیشتر زندگی این کودک عراقی در این گزارش توجه کنید. هاورا دختر 4 ساله عراقی که باید با رفقایش در بازی های کودکان شامل باشد و با آنها روی سامان های بازی گفتگو و مشاجره کند، در عوض با داشتن یک نوع مرض جلدی نادر که قسمت بیشتر بالایی وجودش را با موی و لکه های سیاه پوشانده سبب تمسخر وی در قریه شده است که در 120 کیلومتری بغداد موقعیت دارد. آلیا خفیفی مادر هورا می گوید با تمام دکتران به عراق مراجعه کرده ایم. همه گفتند هیچ امکان ندارد که هورا در داخل کشور تداوی گردد. در موردش نگرانیم. او می خواهد کارهای زیادی انجام دهد. می خواهد درس بخواند، بیرون رود، ساعت تیری کند. او با این حالت واقعا محروم است. آلیا می خواهد دخترش در خارج تداوی گردد. می خواهم در خارج از عراق تداوی گردد، اما امکان ندارد چون پول زیاد به کار است و ما پول نداریم. آلیا می گوید دخترش در فصل تابستان بیشتر به مشکل مواجه است. در تابستان جلدش خارش پیدا می کند. ضرورت داریم که یک دکتر دوای خارش برایش بدهد، اما توان پرداخت آن را ندارد. اما آیا این تکلیف درمان پذیر است؟ بسیار مشکل است که این تکلیف جلدی را در این سن و یا هر سنی که باشد تداوی کند. اندازه آن بزرگتر از 20 سانتی متر است. مستلزم عملیات عمده است مثل پیوند جلد و یا استفاده لیزر، و آن هم تقریبا غیر ممکن است. احمد برادر هورا از خواهرش حمایت می کند. او یک طفل عادی است. هیچ مشکلی ندارد. بیرون می رود. با برادران خود بازی می کند. اما زمانی که منزل را ترک می کند، همسایگان ما بر او می خندند. او را مسخره می کنند و نمی گذارند او همراهشان بازی کند. با گفته احمد، یک تن از کودکان همسایه گفته است که حتی اگر پیغمبر هم بگوید با او بازی نمی کنیم. بنان وقت خواهر و برادرها او را مکتب می روند، او تنها با خود بازی می کند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. برخی زنان در افغانستان زعفران را کشت و تولید می کنند. زعفران بدیل خوب برای کشت کوکنار است. مواد مخدر قاتل خاموش. مسئولین ریاست سارنوالی سیناف هرات میگویند که در جریان یک سال اخیر بیش از 400 تن از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در ولایت هرات گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند که در میان این افراد شماری از قاچاقبران بزرگ افغانستان نیز شاملند. خلیل نورزایی در مورد گزارش میدهد. مسئولان ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات میگویند بعد از کابل پایتخت افغانستان، این ولایت بیشترین دوسیه مجرمین مرتبط با مواد مخدر را در جریان یک سال گذشته مورد بررسی قرار داده است. رئیس این اداره در هرات میگوید تنها در جریان یک سال اخیر نیروهای امنیتی بیش از 400 تن را به دلیل دست داشتن در قاچاق و فروش مواد مخدر در این ولایت بازداشت کردند که بعد از طی مراحل قانونی راهی زندان شدند. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات نیز از مبارزه جدیشان با قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در سطح شهر هرات سخن می‌زنند.
آنها میگویند این موضوع همچنان باعث شده تا تعداد افراد توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهر هرات نسبت به سالهای گذشته کمتر شود. به دلایل تکنیکی قادر به نشر کامل این گزارش نشدیم، ولی امیدواریم در برنامه‌های آینده آن را تقدیمتان کنیم. ولی حال نظری می‌افکنیم بر رویدادهای جالب و دیدنی جهان در گزارشی از همکارم خدیجه هماالکوزری. بنگلادش. مسلمانان در بنگلادش به مناسبت ماه رمضان در مساجد حضور می‌یابند تا در وقت افطاری با هم یک جا به شکرگزاری بپردازند و روزه را افطار کنند. در مسجد ملی شهر داکا تعداد بیشمار مسلمانان گرد هم آمده و تا سحر یک جا با دوستان از برکات و نعمات این ماه بهره برداری می‌نمودند. اندونزیا. جشنواره سالانه کاغذپرانها که در این کاغذپرانها داستانهای مذهبی اندوها به تصویر کشانیده شده بود در شهر جاگارتا نمایش داده شد. در این نمایشگاه رقبا از سراسر کشور شرکت داشتند تا طراحی‌های خود را ارائه کنند. چین. ورزشکاران 12 کشور در رقابت پرواز پاراگلایدر در ولایت هنان چین گرد هم آمده بودند. در این رویداد بیش از 70 پاراگلایدر از کشورهای بریتانیا، روسیه، ایالات متحده آمریکا، مالزی و چین به رقابت پرداخته بودند. اشتراک کننده ها این برنامه را یک فرصت خوب برای راه یافتن در مسابقات جام جهانی سال آینده عنوان نمودند. فرانسه. و نمایش مد فیشن لباس های سال 2019 مارک دیور در هفته مد فیشن در پاریس فرانسه برگزار شد. در این نمایش کریس دیور بهترین طرح‌ها را به رنگ‌های سیاه، سفید، کریمی و رنگ‌های مرغوب دیگر به نمایش گذاشت. این مجموعه لباس‌های روزانه و شبانه از پارچه‌های ابریشم و قیمتی دیگر طراحی شده بود. فضانورد از ایستگاه فضایی بین‌المللی بعد از ختم یک ماموریت 5 ماهه به زمین بازگشتند. این سفینه فضایی حامل فضانوردان آمریکایی، روسی و ژاپنی به روز یکشنبه در قزاقستان بر زمین نشست. اولین فضانوردی که از این سفینه خارج شد فضانورد روسی بود و او به خبرنگاران گفت که آنها اندک خسته‌اند ولی خرسندند که این ماموریت را با موفقیت خاتمه دادند. این فضانورد روسی توپ فوتبال را به همراه داشت که آن را با خود به مسکو خواهد برد. فضانوردان هین تمرین با این توپ فوتبال در ایستگاه فضایی فیلم برداری شدند و آژانس خبررسانی تاس روسیه میگوید که از این توپ در مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال در اواخر ماه جون در روسیه استفاده خواهد شد. و با این خبر در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. قابل تذکر است که شما می توانید اگر خواهان دیدن مجدد گزارش این برنامه هستید به صفحات ما در رسانه‌های اجتماعی رجوع کنید. صفحه فیسبوک دری، صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا و همچنین صفحات اینترنتی ما هر روز با تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان به روز می شود. بخش دری برنامه امروز البته خاتمه پیدا می کند، ولی بخش پشتو و همکاری و میزبانی همکارم احمد شکیب دوست به زودی آغاز خواهد شد که مملو از گزارش های از افغانستان و جهان است. آقای شکیب را در استیدیو با خود داریم. با سلام به شما. بیننده ها را در جریان از این بگذاریم که چه محتوای را آماده نشر در بخش بعدی برنامه داریم. لینا جان سلام. تاسو ته درنو لیدونکو ته موږ په دې خبری ټولګي کې د ځانمرګو بریدونو او روانو جګړو په اړه د افغان عالمانو د فتوا او د شمالي کوریا رهبر سره د ولسمشر ترامپ پر مجلس مهم ریپورټونه او مرکې لریم. خو اوس د څو مهمو خبرونو لنډیز.
د امریکا غږ دنن ماخام په پښتو خبرونه کې د ځانمرګ بریدونو د حرامبلولو په غونډه کې ځانمرګ برید نن په کابل کې افغان عالمانو د مخالفینو لخوا ځانمرګ بریدونه او چاودنې حرام وبللې یو ځانمرګ